بازداشت نجیب الله کابلی، انفجار در پایگاه بگرام یک کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و رئیس جمهور غنی به نظامیان حادثه خونین لوگر را پاسخ دندان شکن بدهد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رئیس جمهور غنی بن نظامیان حادثه خونین لوگر را پاسخ دندان شکن بدهید. به دنبال انفجار خونین متربم در ولایت لوگر در جنوب پایتخت، محمد اشرف غنی به نیروهای مسلح کشور دستور داد که این جنایت طالبان را پاسخ دندان شکن بدهید. با گزارش خبرگزاری دید، ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفت که طالبان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و بخشش است، دست از کشتار مردم و آسیب رساندن به تأسیسات عام المنفعه بر نمی دارند. بر بنیاد این خبرنامه، رئیس جمهور غنی گفته است که طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونتشان علیه مردم یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع می سازند. در بخشی از خبرنامه آمده است که رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده تا این جنایت ضد بشری طالبان را به پاسخ نگذارند. گفتنی است که حوالی ساعت 7 شام گذشته بر اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در مربوطات ناحیه اول شهر پل علم در نزدیکی شفاخانه مرکزی لوگر 21 تن جان باخته و 91 نفر دیگر زخمی شده است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار خونین را بر عهده نگرفته است. اما در موارد مشابه این همواره انگشت اتهام به آدرس طالبان چرخیده است. و این در حالی است که هارون میرسعیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: بالاخره نجیب الله کابلی دستگیر شد. چرا تبهکاران جعل و تزویر زیر چتر جمهوریت فربه می شوند؟ آیا جمهوریت لانه فساد و اختلاسگران است؟ امروز یکی از متهمین اختلاسگر مشهور به نام نجیب الله کابلی که باشنده شهر کابل و مشاور ارشد ریاست جمهوری نیز می باشد، متهم به اختلاس و زورگیری، غصب، فریبکاری و اختطاف می باشد. با تلاش و پشتکار حوزه دهم امنیتی شهر کابل دستگیر شد و فعلا به لوی سارانولی معرفی شده است. آرزوین دوسیه از جمهوریت و خصوصا شخص رئیس جمهور خواهان تطبیق قانون و عدالت هستند. امید که مراجع قضایی و حقوقی هرچی زودتر اقدامات قانونی و جدی خش را انجام بدهند. و در انفجار در پایگاه بگرام یک کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی در ولایت پروان در گفتگو با خبرگزاری افق تأکید کردند که در نتیجه وقوع یک انفجار در مسجد در میدان هوایی بگرام یک تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یک منبع، این رویداد شب گذشته جمعه 10 ثور 1400 در مسجد کندک اول لوای فرقه دوم نیروهای ارتش مستقر در میدان هوایی بگرام در هنگام ادای نماز تراویح رخ داده است. منبع افزود که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در مسجد بوده است که هنگام ادای نماز تراویح منفجر شده است. از سوی هم وزارت دفاع این موضوع را تایید می کند، اما در مورد تلفات این رویداد جزئیات نمی دهد. تا هنوز مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. میدان هوایی بگرام محل استقرار نیروهای خارجی در افغانستان است، اما با گفته منابع
تمام کشته شده ها و زخمیان رویداد نظامیان افغان هستند. و این در حال است که اسپوتنیک افغانستان از ناپدید شدن 25 سرباز در پی سقوط یک پایگاه ارتش در غزنی خبر می دهد. عبدالجامع جامع عضو شورای ولایتی غزنی با تایید این خبر بر رسانه ها گفته است که این رویداد شب گذشته رخ داده است. آقای جامع بیان داشت از یک هفته به این سو 4 پایگاه دولتی در ولایت غزنی به دست طالبان سقوط کرده است و بدبختانه شب گذشته هم یک پایگاه نیروهای امنیتی در روستای آرزو در حومه شهر غزنی به دست طالبان سقوط کرده است. و افزود در نتیجه سقوط این پایگاه نیروهای امنیتی و دفاعی 25 تن از سربازان ارتش ناپدید شدند که هنوز معلومات دقیق از سرنوشت آنها خبر نیست. برخی میگویند این سربازان به طالبان تسلیم شده و ادعای دیگر وجود دارد که آنها همه شهید شدند. با گفته وای ساحه تحت کنترل طالبان است. هنوز از جزئیات حادثه معلومات کاملی در دست نیست. وای با بیان اینکه سقوط پای همه پایگاه های نیروهای امنیتی به دست طالبان نگرانی های مبنی بر سقوط ولایت غزنی را افزایش داده است گفت فرماندهی پلیس ولایت غزنی یک فرد غیر مسلکی و ناآشنا است که ظرفیت دفع تهدیدات را ندارد. این عضو شورای ولایتی غزنی وضعیت امنیتی را در این ولایت نگران کننده خوانده. افزود اگر در رهبری اداره محلی ولایت غزنی تغییرات نیاید و همچنان دولت مرکزی دست به کار نشود ما شاید سقوط ولایت غزنی خواهیم بود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در منطقه آرزو مربوطات مرکز ولایت غزنی یک قرارگاه بزرگ ارتش که به دست جنگجویان این گروه افتاده است. وی گفته است که 20 تن سربازان نیز زنده دستگیر شدند. مسئولان در وزارت دفاع ملی این خبر را رد نکرده میگویند این خبر را بررسی میکنند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که بررسی ها در این زمینه ادامه دارد و به زودی با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. این در حالی است که وزارت دفاع ملی در خبر دیگری از کشته و زخمی شدن 165 طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف کشور خبر داده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدایار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.